سپاسگزارم از شما آقای مهندس بیگلر به خاطر سخنرانی که داشتید. دوستان اگر پرسشی دارن در قسمت چت شماره 1 رو تایپ بکنن، اگر پرسشی یا دیدگاهی هست مهر کنن و عنوان بکنن. بله بانو یاسمین بفرمایید، خواهش میکنم. بویان پیشگاه شما. درود بر شما، خسته نباشید آقای بیگلر، بسیار لذت بردیم از بحث شما مثل همیشه. که میدونید رامین الان پیش من نشسته، یک سوالی داره که ما قبلا هم یه مقداری بحثش رو کردیم، ولی میخواد تو واژه ایرانگرایی فرق قومیت و ملیت رو بدونه. خب بعضی ها هستن مثل لورها و کردها خودشون رو ملت میدونن، چیزی که حالا ما فارس زبان ها یکم باهاش مخالف هستیم. میشه راجع به این یکم توضیح بدین؟ ممنونم از شما. درود بر شما یاسمن جان. پرسش بسیار بسیار نیکویی هستش. خب بس باید زمان زیاد میخواد اینو توضیح بدم، ولی میکنم این کار چون خیلی مهمه. یعنی واقعا این بحثی که شما پیش کشیدید که ما این بحث قبلا با هم کردیم، من به شما گفتم خاتمش ندین، یه روزی میکنیم، شاید اون روز همین روز باشه که تصادفی من امروز باید اینجا این بحث رو بکنم که شما هم سوالتون رو بکنید. ببینید مسئله ملت‌ها همینجور که گفتم این یک مغلطه‌ایه که توسط حزب توده در ایران به اصطلاح رواج داده شد. ملت وجود نداره در ایران، ملت ها وجود ندارن، حتی اقوام هم من فکر میکنم واژه اشتباهی باشه. حالا میگم برای چی. ببینید ملت ها همجور که اول به اصطلاح این آموز گفتار شروع کرد گفتم، ملت ها ملت کلن ملت ها آدم نمیتونه توی یک چارچوب جغرافیایی دور هم بیاد. یعنی یه واژه اصل ملت رو شما براش یه تعریف جدیدی درآوردید اگر بخواین این کارو بکنید. یعنی بیاین در یه چارچوب جغرافیایی ملت ها رو جا بکنید، همچین چیزی وجود نداره. یه چیزی شبیه این هستش که به اصطلاح فدرالیسم میگن، ولی فدرالیسم هم حتی صحبت از ملت ها نمی کنه. فدرالیسم از دولت ها صحبت میکنه، از ملت ها صحبت نمی کنه. شما در آلمان میبینید آلمان همشون ملت آلمانی هستن، یعنی به زبان خودشون میگن دویچ، همه دویچ هم فرق نمی کنه. مخاط هر منطقهش باشه، به اصطلاح هر ایالتش باشه، ولی ملت ها نمیگن، میگن جمهوری های. مثلا اتحاد جماهیر شوروی جمهوری های مختلف بود، با این حال که از ریشه و تبارهای مختلف بودن. ببینید این مسئله ملت ها، یعنی استفاده ملت ها اصلا اشتباه است، بحثش اشتباه است. ما میتونیم بیایم در مورد ایران از تبارها یا اقوام صحبت بکنید، که من فکر کنم اقوام هم اشتباه است، به خاطر که این چند دستگی. ببینید الان ما توی تاریخمون پیش از حمله یورش اسلام به ایران حدود 4 تا زبان رسمی داشتیم، یا 4 تا به عبارتی اگر شما تعریفش بکنین قوم داشتیم که اسمشو قوم، خودشون قوم نمی گفتن. شما ببینید در سکه هایی که در زمان اردشیر پاپکان ضرب می کنن پشتش نوشته ایران و انیرانیان، که ما امروز این واژه انیرانی ها رو اشتباه استفاده میکنیم، یعنی فکر کنیم هر کسی که خارجی باشه بهش بگیم انیرانی. نه، اینجا معنی ایرانی کسایی هستند که در ایران تو محدوده جغرافیای ایران اون زمان به دنیا اومده بودن. انیرانی ها کسایی بودن که در ایران به دنیا نیومده بودن، کوچ کرده بودن اومده بودن ایران به خاطر به هر دلیلی. به خاطر همین صحبت از ایرانی و انیرانی میشه. مسئله ایر و تبار وجود نداشته، معنی نداشته. این چند دستگی در واقع پس از یورش اسلام به وجود میاد و شما میبینید مثلا خراسان بزرگ که حتی زبانهای مختلفی هم نداشتن، ولی شما الان نگاه میکنید میبینید که تو همون منطقه افغانستان یا بخشی از ایران
یا تاجیکستان شما میبینید گویش های مختلفی به وجود اومده که الان از اگر باشون صحبت بکنید میگن که ما اصلا ریشه تاریخیمون فرقونه، در صورت که همچین چیزی نیست. تو اون منطقه دو نوع یا ایرانی بودن یا کوشانی بودن، کسی دیگه رو ما نداشتیم اونجا. کوشانیان زبان خودشون رو حتی داشتن و ایرانی هم زبان خودشون رو داشتن، ولی توی داخل ایران 4 تا زبان رسمی بود که با هم دیگه صحبت میکردن، ولی ملت یه ملت بیشتر وجود نداشت. الان هم همینجوره، ولی این دلیل بر این نیستش که حق و حقوق مثلا یک فرد که از کردستان میاد ضایع بشه به خاطر اینکه بگن تو کردی. ببینید در فرهنگ ایرانی یا ایرانگرایی تبار نداریم، همه از هر کجای ایران که بیان حقوق و حق مساوی دارن. در چشم قانون ایران شهری اون فرد یکی از اجزای اون جامعه دیده میشه و حق و حقوقش مثل بقیه دیگه است، هیچ فرقی نداره. همون حق و حقوق که به اصطلاح شمال شرقی دارن جنوب غربی هم خواهند داشت. به خاطر همین مسئله ملیت و قوم که الان تو ایران مخصوصا در نزد همیهنان کرد زبانمون وجود داره، که بیشتر اینم میگم در دوران قاجار خیلی به اوج خودش رسید، دلایل خودشو داره، دلایل تاریخیشو داره. من فکر کنم حوصله این جمع از حوصلهش خارج باشه که من بخوام بگر به اصطلاح بهش بپردازم، ولی مسئله ملیت اصلا واژه‌اش اشتباس. من فکر کنم اگر همیهنان کردمون طالب این باشن که به حق و حقوق شهروندیشون بخوام برسن، باید سعی بکنن ادبیات درستی استفاده بکنن. البته ادبیات درست استفاده کردن ملزم اینه که ما آموزش پرورش درست هم داشته باشیم. خب آموزش پرورش و تا زمانی که آموزش پرورش ما آموزش پرورش اسلامی هست، مسلما این مسائل، این ضدیت ها، این تضاد ها تو جامعه خواهد بود. به خاطر همینه که اسلام سعی میکنه شما رو به عنوان یک ناسیون، به عنوان یک ملت، فقط در مسئله مذهب شما رو اشتراک به هم بده. یعنی میگه شما چند ملت هستید، چند زبان صحبت میکنید، چند ریشه فرهنگی دارید، ولی همه تون مسلمون اگه باشید میتونید زیر یک چتر باشید. این همون بدبختی که ما گرفتارشیم. ولی اگر ما به هویت اصلی خودمون برگردیم، در چتر، در زیر یک سیستم ایران شهری، حقوق افراد این جامعه برابر خواهد بود. فرقی هم نمیکنه چه زبانی، چه گویشی، چه رنگ پوستی داشته باشن یا از کدوم منطقه بخوان بیان، حقشون یکیه. من فکر امیدوارم که پاسخ داده باشم رامین جان. سپاسگزارم آقای مهندس بیگلر. منم یک زدم، میخواستم یک جستار دیگر رو در رابطه با همین میهن پرستی و ملیگرایی و ایرانگرایی عنوان بکنم که موضوع جستار سخنرانی شما بود و بر اساس حالا اون برنامه ریزی هم که در جنبش هست، پرسش ها قرار هست که در چارچوب جستار سخنرانی انجام بشه. بر روی بانو یاسمین مسئله دیگر رو عنوان کردم، من برای اینکه این مسئله مقدار روشن بشه و بعد دیگه حالا پرسش ها در چارچوب جستار سخنرانی باشه، من فقط عرض بکنم. ببینید، تمامیت خواهی این بسیار اشتباس. الان بانو یاسمین در رابطه با این صحبت کردن که کردها میگن اینجوری، در صورتی که منی که اینجا نشستم الان پیشگاه شما، یکی از همون کردهایی هستم که شما دارید تا یه حدودی به منم اشاره میکنید که به هیچ روی من تابع این سخن شما نیستم. این کلیت دادن ها بسیار اشتباهه و قشر خیلی کوچکی هستن از بعضی از تبارهای ایرانی به علت ناآگاهی از پیشینه خودشون، از هویت خودشون، از خاستگاه خودشون، شوربختانه تحت تاثیر یه سری از تبلیغات یا بر اثر خیلی از تبعیضایی که این 40 ساله جمهوری اسلامی به اونها وارد کرده، میخوان یه پازدری از خودشون نشون بدن و یک همچین حرکتایی انجام بدن. اینه که بسیار اشتباس. اگر ما بتونیم خواستگاه خودمون رو پیدا بکنیم،
مطالعه بکنیم، از ریشه خودمون باخبر باشیم. منی که به عنوان یک ایرانی کرد اینجا الان نشستم کاملا میفهمم که اگر بخوام بگم ایرانی تر از کردها هیچ تبار دیگه وجود نداره بیراه نگفتم. اگر یک کردی خودش رو ایرانی نمیدونه، اون دشواری از خودشه، دشواری از ناآگاهیشه. بره یک کمی مطالعه بکنه، یک کمی پژوهش بکنه، زحمت به خودش بده، کتاب بخونه، ببینه ریشه‌اش از کجاست. وقتی که ما به تاریخ برمیگردیم نگاه میکنیم که مادها خواستگاهشون در کدوم سرزمین بوده و از ادغامشون با تبارهای دیگه این کشور ایران به وجود اومده و همه به یک جورایی عموزاده و پسر عموی هم دیگه هستن، یه همچین سخنی گفته نمیشه. ایران یک قوم نیست، یک تیره نیست که بگیم ما ایرانی نیستیم، ما کردیم. نه، ایران به مجموعه این جغرافیای سیاسی گفته میشه. میتونست یه اسم دیگه هم داشته باشه. در صورتی که برخی از این کردها که واقعا آگاهی ندارن از ریشه و هویت خودشون، یا آذری‌هایی که خودشونو ترک میدونن، فرقی نمیکنه، پانهای مختلفی داریم، اینها میان و فارس عنوان میکنن. حالا شما گفتید ایرانی، که اصلا اشتباه گفتید، میان میگن فارس. ما اصلا تیره‌ای به نام فارس نداریم که اونا به اشتباه میان میگن باز فارسا، شما فارسا این کاری کردید، شما فارسا اون کاری کردید. خیلی اینه که این جستار من گمان میکنم از روش رد بشیم، یک برنامه خاص برای این مسئله بذاریم، یه دوستار، یک آموزه گفتار، یک سخنرانی صرفا به خاطر این مسئله. خواهش میکنیم که از شهرام آریان یا دکتر شاهین نژاد در این مسئله بگذارن و کاملا این مسئله رو باز بکنن. مسئله بسیار مهمی هستش که حالا اگر بخوایم فقط به عنوان پرسش و پاسخ بهش بپردازیم، اون روح مطلب ادا نمیشه، پاسخ ها گفته نمیشه. پس من خواهش میکنم از دوستان در رابطه با جستار سخنرانی پرسش بکنن. سپاسگزار میشم. جناب اهورا بفهمید، خواهش میکنم. بویان پیشگاهشون. درود، صدای من دارین؟ آوای شما رو داریم، یکی که تو وصل میشد. صدای من دارین؟ بله آواتون رو داریم، بفهمید خواهش. من خاطری که در ایرانه واسه خاطر درود بر شما. پرسش من درباره بحث ملی گرایی بود که یکی چرا به یک بار در اروپا که از سالی که سقوط کرد امپراتوری روم 400,000 ما همچین پدیده‌ای رو نداشتیم؟ آیا نظام آموزشی جناب اهورا قطع شدید شما؟ من فکر کنم پرسش ایشون رو گرفتم. حالا خودشون به گمانم اصلا رفتن بیرون جناب بیگلر، یا هستن جناب اهورا؟ آوای ما رو میشنوید شما؟ میکروفونشون قطعه جناب قنبری. ایشون اینترنتشون شوربختانه ضعیفه. حالا تا اینترنتشون درست بشه پرسشون رو کاملا باز بکنن. آوای ما رو میشنوید جناب اهورا؟ بذارید دست بشن بعد. حالا پرسش نفر بعدی منو دارین؟ بله آواتون رو داریم. شما آوای ما رو دارین؟ من صدای شما رو دارم. من پرسش من این بود که چرا به یک بار اروپا از اون حالت تاریکی اومد بیرون با پشتوانه به نام ایتالیا؟ خب یعنی کشورهای اروپایی به پشتوانه یک کشور که ایتالیا بود اومدن، ولی خود ملت کشور ایران خودش یک پشتوانه قوی داشت، چرا باز هم به سمت سقوط و به
سمت همون تاریکی رفت. یعنی ما باید محدوده دوره قاجار در نظر بگیریم. آیا قاجار مسبب این اصلی بوده؟ من پرسش من اینه. سپاسگزارم. جناب بیگلر پرسشو گرفتید؟ بله بله بله، من پرسششون متوجهم، ولی خب این توضیح دیگه هم که دادن دقیقاً. ببینید اهورا جان، پرسش جالبی. من یه توضیح کوتاه در مورد مسئله ملت بدم. خیلی مهمه این که ما متوجه بشیم ملت یعنی چی، یا اصلا تاریخچه ملت که همون به اصطلاح لاتینش همون ناسیون یا نیشن هست میاد، تاریخچه‌اش چجوری به وجود میاد. ببینید الان این پاسخی که میدم برمیگرده هم به پرسش از یاسمن جان نبود، از رامین جان بود که در نزد یاسمن جان هستن. ببینید این مسئله ملت همونجور که گفتم در چارچوب یک جغرافیایی تعریف میشه، ولی شما ملت‌ها رو نمیتونید در چارچوب یک تاریخ جغرافیایی قرار بدید. به چه دلیل؟ یا واژه ملت رو متوجه نشدید، یا از خودتون دارین یک واژه میسازید به صورت ملت و ملت‌ها. یعنی یه تعریف جدیدی از واژه ملت دارید که درست نیست، یعنی پایه تاریخی نداره. به خاطر همین مسئله ای که بعضی از دوستان کرد رو مطرح میکنم، میگن ملت کرد یا ملت عرب یا ملت سیستان یا ملت بلوچستان که در ایران وجود دارن، این اصلا ادبیات اشتباس، معنای ملت رو متوجه نشدن. و باور من همجور که جناب قنبری هم گفتم باید تحقیق بکنم، باید تحقیق بکنم ببینم ملت یعنی چی. در پاسخ به پرسش اهورا جان، ببینید دقیقا همین ملت در اروپا از روم شروع نشد. روم یه دولت بود، یک شهر بود که بر بخشی از به اصطلاح دنیای زمان خودش حکومت میکرد، که دو بخشم بود، روم و روم بیزانس، که هر کدوم یه بخشی از به اصطلاح جهان اون روز رو داشتن. ملتی به نام ملت روم وجود نداشت، نداره هم هنوز. این مسئله ملت همجور که خدمتتون عرض کردم در سال 1649 بعد از اون جنگ های 30 ساله که بین قوم های مختلف اروپایی یا پادشاهی های مختلف که اکثرا هم قوم های به اصطلاح جرمن بودن، قراردادی به وجود اومد که این قرارداد واژه ملت رو مطرح کرد و یه چارچوبی درست کرد که این ملت در اون چارچوب جغرافیایی جا داده بشه، حق و حقوقش مشخص باشه و ملت دیگه‌ای حق و حقوق اونو از بین نبره، زیر پا نذاره. مسئله ایران هم که شما مطرح میکنید که به اصطلاح شکست ایران، اگر در سایت رنسانس ایرانی شما بگردید، جناب شاهین نژاد و شهرام آریان آموز گفتارهای بسیاری در این باره دارن که من فکر کنم شما اگر بخواید واضح به این مسئله، به این پرسش خودتون یه پاسخ درستی در پیدا بکنید، من شما رو رجوع میدم به اون آموز گفتارا، چون اونجا فرصت زیاد بوده و کامل توضیح دادم. من اینجا کوتاه اگر بخوام بگم، ما یه ملت بودیم، همونجور که در آموز گفتارا هم گفتم، ما ملت بودیم، حتی از به صورت به اصطلاح قانونیش و فلسفیش از زمان داریوش بزرگ، داریوش کبیر، ایران به عنوان یک ناسیون یا نیشن یا ملت مطرح میشه که در اروپا در زیر به اصطلاح فرهنگ ایرانی شناخته میشه یا فرهنگ پارس شناخته میشه به اشتباه، حالا اونم دلیل خودشو داره که چرا اسمش رو پارس گذاشتن. در حال این مسئله از زمان قاجار شروع نمیشه. ما هویت اصلی خودمونو در اصل با یورش بیابونگردهای اسلامی از دست دادیم و
مسئله قاجاری که شما مطرح کردید اوج بی‌هویتی ملت ایران که دیگر ملت نبودن در اصل امت بودن و با به کار اومدن یا به قدرت رسیدن رضا شاه کبیر ما حداقل روی شناسنامه هامون از شناسه امت به شناسه ملت تبدیل شدیم که دوربختانه اینو درک نکردیم خودمون و دو مرتبه بعد از 57 سال دو مرتبه برگشتیم به همون جایی که رضا شاه آغاز کرد و ما از همونجا دو مرتبه کارمون رو ادامه دادیم. در حال پرسش شما اگر بخوام بهتون در یه جمله بگم بی هویتی ما از دوران قاجار آغاز نمیشه. من تمام. سپاسگزارم جناب بیگلر. جناب آروین آدریان بفرمید، خواهش میکنم. درود به شما و همه سروران گرامی. سپاس بسیار از جناب مهندس بیگلر برای سخنرانی اندیشه برانگیزشون. من خواستم یک نمونه رو در میون بگذارم باهاتون درباره مقوله ایرانگرایی که یه مقدار جستار ملموستر بشه. از اونجایی که ایران خودش از لحاظ جهانبینی، فلسفه و آینی یک ستون مجزایی رو در میان تمدن‌های دنیا داشته، مثلا تمدن‌هایی رو که شما در هندوستان آینه هندو رو دارید، بودایی رو دارید، در نپال و بخشی از هندوستان، در چین کنفوسیوسی رو دارید، در ژاپن شینتو، در حتی مناطق کشورهای سرزمین‌های غربی باز جهانبینی‌های خودشون رو دارید. ایران اون آیین ایرانی آریایی زرتشتی خودش رو به عنوان یکی از ستون‌های مطرح در میان تمدن‌های سرزمین‌های گوناگون از دوران کهن تا کنون رو داشته و زمانی که ما از سخن از ایرانگرایی می‌کنیم، یعنی اندیشه ما دیگه بن‌بست شده در این هزار و نزدیک به 400 سال گذشته نیست، بلکه اندیشه ما خودش رو در اون ستون قدرتمند فلسفی اندیشه‌ای اصیل ایرانی میدونه که تا پیش از وارد شدن ایدئولوژی غیر ایرانی اسلام به ایران، ایرانی‌ها برای اون استوار بودند و با اون نگاه زندگی میکردند، کشورداری میکردند و حتی گیتی آرایی میکردند. یک شخص ایرانگرا رو اگه بخوام برای این نمونه اینجا بیان بکنم، شما نیاز نیست که شخصی حتی کاملا از نظر ژنتیکی ایرانی باشه، نیازی نیست حتی کسی در خود سرزمین ایران اصلا زاده شده باشه، حالا با هر رگه‌های نژادی که بخواد داشته باشه، بلکه یکی از بخش‌های مهم ایرانگرایی داشتن اون اندیشه ایرانی اصیل هست، یعنی اندیشه پویا و کاملا ایرانی که تا پیش از هجوم اسلام به ایران در میان ایرانیان وجود داشته. بنابراین شما کسانی رو دارید مانند آرتور کریستیانسن دانمارکی که یک ایرانشناس بزرگه و هنگامی که پژوهش‌های خوبش رو درباره ایران ساسانی میخونید میبینید که به صورت غیر مستقیم چه ارادت و چه عشقی رو این پژوهشگر دانمارکی نسبت به ایران داشته. این شخص رو میتونیم در شمار یک ایرانگرا بیاریم. در همین روزگار امروز اگه بخوایم در میان ما کنشگرا که با مسائل فرهنگی بسیار درگیر هستیم بیاندیشیم، برای نمونه من خودم دو تا نمونه رو اینجا عنوان بکنم که اینها اصلا ایرانی نیستند ولی به راستی ایرانگرا. یکیش یک دوست جوان برزیلی است که ایشون با خود من مراسم سدرپوشی و پیوستن با آیین زرتشتی رو هر دوتا با هم داشتیم در کنار موبد کامران جمشیدی. خب این جوان برزیلی که هیچ شاید
نه سفری به خاورمیانه داشته و پیوندی هم از نظر ژنتیکی چه بسا که نداشته باشه با ایران، اما آنچنان در مورد اوستا، شاهنامه، زبانهای ایرانی و تاریخ ایران پیش از اسلام آگاه هست که من هرگاه که فرصتی میشه با این گفتگو میکنیم به راستی کوشش میکنم جایگاه یک دانش آموز رو به خودم بگیرم و از اون بیاموزم. خب این شخص یک شخص کاملا ایرانگراست، هرچند نه در ایران زاده شده و نه خون ایرانی داره. نمونه دیگرش ما فیلسوفی رو داریم در سوئد هست که ایشون باز به شدت در راه گسترش آیین زرتشتی کوشا هست و آنچنان با فلسفه ایران پیش از اسلام آشناست که دوباره نه تنها من بلکه بسیاری از یاران و سروران گرامی که اکنون هم در نشست هستند به گمانم هنگامی که با ایشون میشیم در مورد این جستارها گفتگو میکنیم میتونیم جایگاه یک دانشجو رو به خودمون بگیریم، یعنی انقدر دانسته‌هاش درباره ایران بالاست. خب باز یک شخص سوئدی است، هیچ از نظر خونی یا جایگاه تولد ایرانی نیست، ولی یک شخصی است بسیار ایرانگرا و نمونه های اینها خوشبختانه کم نیستند و رو به افزایش هم هستند و این نکته بسیار درخشانی است در مورد مقوله ایرانگرایی، چون هنگامی که ما این رو بیشتر در میان مردم گسترش میدیم که آشنا بشن، چون نخست اینکه خب خود ما ایرانی ها باید با این مفهوم آشنا بشیم، در کنارش میتونیم با پروراندن این اندیشه، گسترش دادنش در میان باقی مردمان و همچنین با گسترش فرهنگ اصیل ایرانی، فرهنگ ایران شهری، شاهد این باشیم که مردمان بیشتری رو در آینده خواهیم داشت و خوبیش اینه که اغلب کسانی هستند که اهل پژوهش و دانش هستند. شما به سادگی میتونید برید توی یک کشور مثلا فقیر آمریکای لاتین یه مذهبی رو به تبلیغ بکنید و یه مقدار خوراک و منابع مالی در اختیار مردم بذارید، میبینید بسیاری از شوربختانه مردم آسیب دیده که فقیر و گرسنه هستند به شما رو بیارن و به این مذهب بپیوندن. ولی زمانی که نگاه میکنید به جهانبینی ایرانی، فرهنگ ایران شهری، اون جهانبینی زرتشتی، بسیاری از کسایی رو که میبینید به این مقوله میپیوندن کسانی هستند که در دنیای آکادمیک دانشگاهی یا با توجه به علاقه خودشون به مقوله‌ای مثل فلسفه یا تاریخ به پژوهش پرداختن، ناگهان با ایران آشنا میشن، به اون میپردازن بیشتر و تازه یک مجموعه بزرگی از شگفتی ها رو در میابند و بهش علاقه‌مند میشن و به این آیین رو میارن. خب این باز نکته جالبی است و جای خوشحالی است که با همه این که همه ماها دستمون بسته است در زمینه تبلیغات، پولهای آنچنانی نداریم که بخوایم حالا اندیشه اصیل ایرانی رو تبلیغ بکنیم، دست کم تو ایرانی ها چه برسه به این که بخوایم در جهان تبلیغش رو بکنیم، ولی به خاطر این استواری فرهنگ ایرانی پیش از اسلام راه رو حتی در این زمینه برای ما فرزندان ایران یه مقدار روشن‌تر گذاشته که می‌بینیم خیلی از اندیشمندایی که ایرانی هم نیستند به این مفاهیم علاقمند میشن و چه بسا که به استادانی تبدیل میشن که بعدها ما باید از پژوهششون بهره بگیریم، کما اینکه استاد آرتور کریستیانسن یا کسانی که در زمینه برگردان بنمایه های ایرانی پیش از اسلام کارهای شکوفایی رو داشتن. سپاسگزارم و شنونده خواهم بود. دارم باردین جان از دیدگاهی که با ما در میون گذاشتی. دوستان اگر پرسشی دارن یا دیدگاهی دارن میتونن مهر بکنن و در قسمت چت
یک بزنن و مشارکت بکنن. البته گمان میکنم 10 دقیقه دیگه بیشتر به پایان زمان رسمی نشست باقی نمونده. اگر دوستان سخنی برای پایان هست بفرماین، اگر نه که من یک زدم یک دیدگاهی در رابطه با جستار میهن پرستی و ملیگرایی و ایرانگرایی داشتم. آقای مهندس بیگلر شما سخنی داشتید بگید یا من دیدگاه ما عرض بکنم؟ بله، من در مورد صحبت آروین جان میخواستم یه چیزی اضافه بکنم. آرتور کریستیانسن به اصطلاح یه دانشمند فرهیخته ای است و در دوران ساسانی تحقیقات بسیار زیادی کرد، یعنی سلسله ساسانی رو تحقیقات بسیاری کرده. البته تاریخ ایران رو خوب میشناسه، ولی به اصطلاح اون عمق اطلاعاتش در مورد دوران ساسانیه. خانمی هست به نام خانم پروفسور، هنوز در حیات هستن، پروفسور کوخ، ماریا کوخ، که تحقیقات ایشون در دوران هخامنشی به خصوص در دوران داریوش کبیر، و یه جمله بسیار زیبایی داره ایشون نوشته که سیستمی که در زمان داریوش کبیر بر کشور ایران و برای آسایش ملت ایران به کار می رفته، هنوز که هنوزه، بعد از 2000 و بیش از 2400 سال، هنوز برای دنیای امروزی، دنیای مدرن، ایشون به عنوان یک شخص غربی داره صحبت میکنه، به عنوان یک شخص ایرانی صحبت نمیکنه، میگه برای دنیای متمدن امروز هنوز نوعه، یعنی هنوز جا داره ما تا به اونجا برسیم. شما ببینید مسئله بانوانی که کار میکردن و زمانی که این بانوان باردار میشدن، حقوقشون اولا نسبت به مردان بیشتر میشد، بعد دوم یک زمانی به عنوان مرخصی اینا داشتن که میتونستن استفاده بکنن. شما الان در مدرن‌ترین کشورهای دنیا همچین چیزی، یعنی موازی شد، مثل شد میتونید داشته باشیم، ولی واقعیت اون چیزایی که ما از اون خشت‌های شکسته به دست آوردیم، اطلاعاتی که تصادفی بهشون رسیدیم، میبینیم هنوز که هنوزه کشورهایی که این به اصطلاح امکانات اجتماعی رو برای بانوانشون فراهم میارن، هنوز که هنوزه به اون حد نرسیده. من اینو می‌خواستم در تایید سخنان جناب آدریان بگم که واقعیت ما این برگشت به هویتمون بسیار مهمه. ما باید خودمون رو بشناسیم. من الان برمیگردم به دوست عزیزم که اون پشت نشسته ما رو داره گوش میده، رامین جان. این مسئله ملت رو، ایشون هم یه جوونی هستن که تحت به اصطلاح تو اون سیستم ناموزون جمهوری اسلامی بزرگ شدن، کمبودها رو دیدن، به خصوص کمبودهایی که جناب قنبری میتونه بیشتر از من توضیح بده، چون ایشون هم خودشون کردن، که کمبودهایی که برای این جامعه به وجود میاد. یعنی واقعا ما از 1400 سال به این ور هویت اصلیمون که از دست دادیم، شخصیت انسانیمون هم از دست دادیم، یعنی فقط ایرانی بودنمون از دست ندادیم، به عنوان یک انسان هم دیگه حتی مطرح نیستیم. یه امتی شدیم که به دستور اماممون هر کاری میتونیم بکنیم، یعنی هر کاری رو انجام میدیم. برگشت به این هویت ملی یکی از پایه‌های اساسی آلترناتیو در مقابل جمهوری اسلامی و اسلام، فرهنگ اسلامی هست. من اینجا هیچ ضدیتی با دین اسلام ندارم، ولی من صحبت از فرهنگ اسلامی میکنم. ما باید آلترناتیوی برای این فرهنگ اسلامی داشته باشیم که همانا برگشت به هویت اصلی ملی ایرانیمون میتونه باشه. من تمام اینجا. سپاسگزارم جناب بیگلر. حالا چون اسم من آوردید در رابطه با این مسئله، من فقط کوتاه عرض بکنم که ببینید، بنیان اسلام کلن بر پایه تبعیض نهاده شد. من اگه بخوام در رابطه با این مسئله تبعیض بخوام صحبت بکنم، حدود
شاید بگم یک ساعت و خورده میشه در رابطه باهاش صحبت کرد که برسیم به مسئله اون حسی که در بخش خیلی محدودی از هممیهنان ما که از تبارهای ایرانی هستن، تبارهای آریایی هستن، اینها خب به علت نارضایتی هایی که براشون به وجود اومده اون حس بهشون دست داده. حالا توی یکی از این همایش قادسیه در رابطه با این مسئله کلن سخن گفتم. اما تبعیض، جمهوری اسلامی هم بر اساس ایدئولوژی که داره بر پایه تبعیض سیستم ایدئولوژی و سیاست‌های داخلیش و حتی سیاست‌های بیرونیش پایه‌گذاری شده. تنها مناطق کردنشین ما یا آذری‌نشین ما یا بلوچ‌نشین ما نیستن که مورد این تبعیض قرار گرفتن، حالا از هر نوعش، چه مذهبیش، چه نمی‌دونم تباریش. ببینید ما در مرکز ایران، در یزد، در کرمان، در خراسان جنوبی، در اقصانقات ایران، جای جای ایران ما این تبعیضا رو می‌بینیم. این تبعیضا هست و شوربختانه اصلا آرمان اینها برای حکومت کردن بر پایه تبعیض بنا شده. اما حالا این مسئله رو من می‌بندمش و در رابطه با مسئله‌ای که شما در رابطه با ملی‌گرایی صحبت کردید و به خوبی هم اشاره کردید، البته که خاستگاهش از کجاست که در ایران به صورت ملت خودش رو نشون داد، در اروپا نیشن بود و در ایران به صورت ملت خودش رو نشون داد و مسئله ملی‌گرایی و ملی از اون مشتق شد، بهش اشاره کردید. اینها چون مسئله ملی میشه، در این 40 سال ما دیدیم ایدئولوژی جمهوری اسلامی که حکومت امروزه ایرانو در دستش داره شوربختانه میاد و از این ملیگرایی به عنوان یک سلاح استفاده میکنه که اون هویت شیعی و یا اون هویت اسلامی رو هم به عنوان یک هویت ملی در دل این ملیگرایی قرار بده و میاد مثل همین مدافعان حرمی که بلند کرد برد اونجا ما میخواییم از ایران دفاع بکنیم به خاطر اینکه داعش نیاد به مرزهای ما برسه، بیاییم بریم تو سوریه مبارزه بکنیم، یا اون اندیشه های اسلامی رو پاسداری بکنیم، از حرم زینب پاسداری بکنیم. اینا رو آوردن در قالب ملیگرایی تعریف کردن و میبینیم که این ایرانگرایی دقیقا همینجوری که شما اشاره کردید میاد یه آلترناتیو میشه در مقابل این، میاد در مقابل ملیگرایی قرار میگیره که نه، ما ایرانی هستیم، ما هویت ایرانی داریم، ما در چارچوب منافع ایران و تمامیت ارضی ایران و سرفرازی ایران میخواییم گام برداریم. اینه که ملیگرایی به این صورت ازش سوء استفاده کردن. اما در رابطه با میهن‌پرستی که همون پاتریوت بود که شما بهش اشاره کردید، ببینید این انسان از زمانی که خودش رو میشناسه و دارای یک شناختی نسبت به خودش میشه، این میهن‌پرستی در وجودش به صورت غریزی بروز میکنه و یک مکتب سیاسی نیست مثل ملیگرایی، یک غریزه است، یک ویژگی فردیه، یک ارزش انسانیه، یک نوع میهن‌دوستی، حس میهن‌دوستی، همینجوری که انسان‌ها به خانه و کاشانه و زن و بچه و پدر و مادرشون یه حس مسئولیتی دارن و از اونها میخوان به هر صورتی دفاع بکنن، در قالب بزرگترش این مربوط به کشور و میهنشون هم میشه و این احساسی که نسبت به مام میهنشون دارن برای رشد و ترقی، برای دفاع از آب و خاک، این اونجا بروز میکنه. من یه مثالی بزنم در رابطه با میهن پرستی و ملیگرایی. ببینید در 8 سال جنگی که جمهوری اسلامی با صدام حسین به راه انداخت، این مسئله رو اومدن در قالب ملیگرایی عنوانش کردن و به عنوان اسلام که ما سرباز اسلامیم، بیاین برین بجنگید. اما قبل از این که این اتفاق بیفته، خب شورش 57 وقتی که شد و جمهوری اسلامی سر کار اومد، میبینیم که خیلی از نظامی ها رو نزدیک به 30% از افسران عالی رتبه و تحصیل کرده و دانشکده جنگ رفته رو میاد اخراج میکنه.
از خلبان بگیر تا فرمانده های یگان های زرهی بگیر تا فرماندهان ارشد توپخانه یا نیروهای پیاده رو میان اینا رو اخراج میکنن. وقتی که جنگ شروع میشه نیروی متخصصی در این جنگ نیست، اما خب میان یک بسیج مردمی را میندازن و به عنوان دفاع از اسلام میرن و میخوان اون حس ملیگرایی و ناسیونالیسم ملی رو برانگیخته بکنن و دفاع بکنن. در همین حین میبینیم خیلی از چهره‌ها، حتی شاهزاده رضا پهلوی، حتی تمام اون افسرایی که اخراج شده بودن و با خود اسلام یا جمهوری اسلامی هم مشکل داشتن، اینجا اون حس میهن پرستیشون میاد به کمکشون و میان داوطلبانه تقاضا میکنن که درست شما ما رو اخراج کردید، اما میهنمون امروز در خطر هستش، یک خطر خارجی قرار گرفته و ما میخوایم از میهنمون دفاع بکنیم. و خیلی هاشون برمیگردن و حتی در راه ایران جان فدا هم میشن. این همون حس میهن پرستیه. یا فارغ از مذهب یا سیاست، ما در همین جنگ میبینیم خیلی از هممیهنان زرتشتی، خیلی از هممیهنان مسیحی، خیلی از هممیهنان یهودی و بهایی حتی در این جنگ میرن و جان فدای راه میهن میشن، در صورتی که هیچ نامی هم از اسلام نیست. پس این ملیگرایی که فعلا جمهوری اسلامی سوار اون شده و در کنارش میخواد اسلام هم تقویت بکنه، ما باید با سلاح ایرانگرایی به جنگ این ملیگرایی اسلامی بریم. در ایرانگرایی خبری از اون اسلام نیست، تمام و تمام در تمامیت ایران و سربلندی ایرانی خلاصه میشه. و روی من خواستم این دیدگاه خودم هم از سخنرانی شما عرض بکنم که گفتم. خب دوستان کسی نیست دیگه بخواد پرسش بکنه. بیش از 1 ساعت و 31 دقیقه در نشست هستیم با پروانه شما جناب مهندس بیگلر، دیگه نشست از حالات رسمی خارج بکنیم. اگر سخن پایانی دارید بفرمایید، اگر نه که من به تمام دوستان هم سپاسگزاری میکنم از حضورشون در نشست و مشارکتی که داشتن و همین که نشست از حالات رسمی خارج. بله سپاسگزارم جناب قمبری. من اگه پروانه بدید یه کوتاه یه جمع‌بندی بکنم. البته من با هدفمند این بخش ایرانگرایی رو باز گذاشتم، زیاد توضیح ندادم، گفتم شاید حس به اصطلاح سوال پرسش برانگیز بشه و دوستان پرسش بکنن برای این که بگن که مثلا خب چرا بیشتر توضیح ندادیم. ولی خب شاید که حتما اشکال از من بوده که حس کنجکاوی دوستان رو توی جمع به اصطلاح برنیانگیختم. ولی چیزی که میخواستم در جمع بگم، من در این صحبتم نمیخواستم ناسیونالیست رو نفی بکنم یا میهن پرستی رو به تنها نفی بکنم، بلکه اشکالاتش رو مطرح کردم که برای یک ملت وقتی ملت معنی میگیره در چارچوب یک جغرافیایی، حس ناسیونالیستی میتونه خوب باشه ولی میتونه بد باشه، به خاطر اینکه تعریف ناقصی داری. یعنی چون که هر چیزی که نظام حاکم بر اون جامعه هر کاری که میکنه با بوق و کرنایی میکنه که من برای ملت میکنم، پس میتونه هر هدفی رو یا هر برنامه‌ای که داره در راه اون ملت به اصطلاح به پیش ببره. همینجور که ما جمهوری اسلامی رو دیدیم که مسئله اسلام رو در مقابل، یعنی در کمبودهایی که در جامعه به وجود آورد مطرح میکنه و میگه که این ناسیونالیست اسلامی به اصطلاح کمبودها رو احساس کرده و ما باید پرورشش بدیم. یا مثلا به قولی که شما توضیح کامل دادین در مورد جنگ 8 ساله ایران و عراق، این میهن پرستی اونجا خودش رو نشون میده. ولی خب همین میهن پرستی هم اگر شما در کنارش این آموزش و پرورش درست نباشه، میتونه کمبودهایی رو به وجود بیار. یعنی اون معنای اصلی که چم اصلی میهن رو آدم فراموش بکنه. یعنی باید به افراد جامعه تدریس بشه که خونه پدری یا خانه مادری چه معنا داره. اگر خانه مادر من مثلا یا پدر من از خونه خودشون بیرون بشن چه معنایی داره.
اینو باید به اصطلاح در نظام آموزشی جایگزین بشه. و مسئله ایرانگرایی، ما چرا تاکید بر ایرانگرایی میکنیم؟ به خاطر اینکه در فرهنگ ایرانی فروزه هایی وجود داره که میتونه نه تنها جهان شموله، بلکه با تفکر دنیای قرن 21 هم آمیخته است. یعنی کمبودهایی که ما در سده 21 داریم احساس میکنیم، در سده به اصطلاح غربی 21 داریم احساس میکنیم، این فروزه های ایرانی اینا رو، کمبودها رو جبران میکنه. این حسی که الان شما در تمام دنیا احساس میکنید که هر کشوری داره داد خودش رو میزنه، هر حکومتی فقط در فکر اینه که جیب خودش رو پر بکنه، این رواداری یا اون بهومه اندیشه نیکی که در فرهنگ ایرانی وجود داره، در تربیت ایرانی وجود داره و هنوز این نمرده، نمیمیرم هیچ وقت، به خاطر اینکه در زمان خودشم این از دوران خودش فراتر بوده. به خاطر همینه میبینیم 1400 سال استیلای یک فرهنگ عقب افتاده که حتی 1400 سال پیشم از فرهنگ ایرانی عقب افتاده تر بود، میبینیم ما رو هنوز نتونسته از اون به اصطلاح سرای خودمون بیرون بکنیم. میبینیم بعد از 1400 سال ما اینجا گرده هم نشستیم و داریم در مورد فرهنگ ایرانی صحبت میکنیم. من اینو کوتاه میخواستم بگم که این ایرانگرایی وابسته به فرهنگ ایرانیه، پشتوانش فروزه های فرهنگ ایرانیه که در درازای بالا و پایین رفتن هایی که حمله هایی که به ایران شده، چه میخواد از طرف اسکندر بوده باشه، چه از طرف یابونگرد های اسلامی بوده باشه، یا مغول ها و کسای دیگه که همیشه به ما حمله کردن، به خاطر اینکه همیشه فراتر از اونها بوده. این حس رو ما باید به عنوان حس ایرانگرایی در تک تک مون، فرق نمی کنه از کدوم بخش ایران داریم میایم، حسش بکنیم، یاد بگیریم، سهیم باشیم درش و که بتونیم کشورمون رو از دست این بیابونگردا رها بکنیم. سپاسگزارم از همه دوستان. جناب بیگلر، از توضیحاتی هم که اضافه کردید، سپاس از تمامی دوستانی که در نشست باشنده بودن و مشارکت کردن. امیدوارم آدینه بعدی هم دوستان رو ببینیم. جستار هفته آینده هم طبق همون فراخوان اعلام میکنیم و سپاس از همه دوستان. پاینده ایران و بدرود. بدرود دوستان، پاینده ایران.